رفقا سلام، تا الان شنیدید که خراب بودن یک قطعه بسیار کوچک توی موتور میتونه یک دردسر بزرگ ایجاد کنه؟ یکی از همین قطعات موتور سوپاپ بخار روغن یا PCV هستش که کمتر کسی روش حساسه، اما نقش خیلی بزرگی در موتور ایفا میکنه. توی این ویدیو قرار بفهمیم که این سوپاپ دقیقاً چیه، چطور کار میکنه، چجوری باید تستش کنیم و کی باید تعویزش کنیم. اگه پراید داری این ویدیو مخصوص توه تا بدونی که این سوپاپ چیه و اگر مشکلی در این زمینه داری راحت بتونی اون رو حل کنی و موتور سالم بمونه. پس تا انتهای ویدیو با من همراه. خب دوستان، سوپاپ بخار روغن که با نام PCV هم شناخته میشه یکی از قطعات مهم در سیستم تهویه موتور خودرو است. این قطعه وظیفه داره که بخارات روغن و گازهای اضافه که در محفظه میلنگ تولید میشه رو جمع‌آوری و اونها رو مجدداً وارد سیستم احتراق کنه تا از آلودگی محیط زیست جلوگیری میشه و از طرفی موتور عملکرد بهتری داشته باشه. در صورت خرابی یا گرفتگی این قطعه مشکلات متعددی در موتور ایجاد میشه، از جمله افت شتاب، دود کردن خودرو، نشت روغن و حتی افزایش مصرف سوخت. ببینید، اگر بخارات روغن یا گازهای احتراق از محفظه میلنگ و سوپ در سوپاپ خارج به درستی خارج نشن، باعث افزایش فشار داخل موتور و کاهش کیفیت روغن موتور و همچنین نشتی روغن میشه از قسمت‌های مختلف. خروج بخارات ناخواسته از محفظه میلنگ و هدایت اونها به منیکول به هوا و همچنین جلوگیری از فشار داخل موتور و کاهش نشتی روغن از خاصیت‌ها از وظایف مهم این سوپاپ هستش. همچنین آلودگی محیط زیست و کنترل بخارات روغن هم با به وسیله این سوپاپ کنترل میشه و موتور عملکرد بهتری داره، مصرف سوپ هم کمتر میشه. در پراید ها معمولا روی درب سوپاپ و در مسیر شیلنگ در واقع به منیفولد هوا وصل میشه. این قطعه از یک فنر و سوپاپ یک طرفه تشکیل شده که بخارات رو در یک مسیر مشخص هدایت میکنه. اجازه بدید که بریم روی میز کار و این سوپاپ رو به صورت کامل تر بررسی کنیم. خب دوستان، ببینید سوپاپ بخار روغن پراید، خب اگر این سوپاپ خراب بشه یا دچار گرفتگی بشه معمولا باعث کاهش راندمان موتور میشه، دود آبی از اگزوز بیرون میاد، افت شتاب و عملکرد ضعیف موتور رو در پی داره، ممکنه از درزها و واشرها نشتی روغن داشته باشیم، ناپایداری دور موتور و ریت زدن در حالت درجا رو داریم، صدای سوت یا مکش غیرعادی از موتور شنیده میشه و همچنین باعث سیاه شدن سریع و خراب شدن روغن موتور میشه. خب اگر این سوپاپ خراب بشه نسبت سوخت و هوا تغییر میکنه و ECU برای جبران این تغییر سوخت بیشتری رو تزریق میکنه، بنابراین نتیجهش افزایش مصرف بنزین و آلایندگی بیشتر میشه. اگر این سوپاپ نتونه به درستی بخارات روغن را تخلیه کنه، بخارات در موتور باقی میمونن و باعث افت شتاب و کندی واکنش به پدال گاز میشه. اگر این سوپاپ با درست عمل نکنه باعث میشه که روغن یا بخار روغن بیش از حد وارد محفظه احتراق بشه و باعث میشه که دود آبی از اگزوز خارج بشه. همچنین گرفتگی این سوپاپ باعث افزایش فشار در میلنگ و سرسیلنگ شده و روغن از واشر درب سوپاپ یا کارتر و کاسینمت ها نشتی دادن. ضمن این که خرابی این سوپاپ باعث به هم ریختگی نسبت
هوا و سوخت به دلیل ورود هوای اضافه از طریق همین سوپاپ میشه که باعث ریپ زدن و نوسان دور موتور در خودرو میشه. همچنین ممکنه به دلیل نشتی هوا در سیستم پیستنی از اطراف منیفولد یا درب سوپاپ صدای سوت یا مکش غیر طبیعی بشنوید. ضمن اینکه بخارات احتراق و گازهای ناخواسته در صورت عملکرد نامناسب PCV با روغن موتور ترکیب میشه و باعث کاهش کیفیت روغن موتور میشه. اما روش های تست این سوپاپ چیه؟ ببینید ما چند تا روش داریم. اولا بررسی فیزیکی و چشمی سوپاپ. سوپاپ پیسی رو از روی موتور باز میکنیم، ببینیم اولا داخل اون کثیف هستش یا گرفته شده. خب اگر جرم و دوده زیادی در اون وجود داشته باشه احتمالا مسدود شده. نگاه کنید این سوپاپ خرابه، این هم یک سوپاپ نو هستش. خب از من اینو باز کنم که وایسی بهتری. اگه دقت کنید این سوپاپ یه ساچمه اینجا داره که به صورت یک طرفه عمل میکنه، اما این سوپاپ اون ساچمه را از دست داده. دلیل خرابی این سوپاپ اینه. پس با نگاه چشمی ما فهمیدیم که این سوپاپ خراب. تست دوم تست مکش هوا هستش به روش ساده. ببینید زمانی که موتور روشنه شیلنگ PCV رو از روی درب سوپاپ جدا کنیم، انگشت خودتون روی دهانی سوپاپ بذارید. اگر مکش قوی احساس نکردید سوپاپ خراب یا مسدود شده. روش سوم اینه که این سوپاپ رو تکون بدید. اگه صدای ترتر داخل اون شنیدی احتمالاً سالمه و اگر هیچ صدایی نداشت یا به سختی حرکت کرد نیاز به تعویض داره. روش بعدی تست باشه در واقع شیلنگ هستش. یک شیلنگ تمیز با این قسمت PCV وز کنید و فوت کنید درون. اگر هوا به راحتی عبور نکرد سوپاپ مسدوده. یه روش دیگه هم هست، بررسی میزان بخارات روغن هست که درب روغن موتور رو باز میکنی و انگام روشن بودن خود رو اگر بخار زیادی از درب خارج شد یا روغن به بیرون پاشید فشار داخل میلنگ زیاده و ممکنه به دلیل مسدود بودن این PCV باشه. برای رفع مشکل بهترین راه تعویض اون هستش. چرا؟ چون این قطعه قیمت بالایی نداره و بهتره حالا هر 20,000 تا 30,000 اون رو تعویض کنید. همچنین بعضی مواقع با شستشو اگه گرفتگی جزئی داشته باشه میتونید با اسپری انجکتورشو اونو تمیز کنید و برای عملکرد بهتر درون سوپاپ رو با یک سوزن یا سیم نازک تمیز کنید. ضمنی که بعضی مواقع شیلنگ متصل به سوپاپ ترک میخوره یا خشک میشه که ممکنه شما اشتباهاً احساس کنید که مشکل از PCV هستش. توصیه میشه که شیلنگ رو هم همراه با سوپاپ تعویض کنید. دوستان حالا که همه چیز راجع به سوپاپ بخار روغن یاد گرفتیم، میدونیم که چجوری کار میکنه، چطوری تستش کنیم و چجوری باید خرابی های احتمالی که در اثر این سوپاپ به وجود میاد رو شناسایی کنیم. اگه این ویدیو برات مفید بوده لایکش کن، برای دوستانتون بفرستید و تجربیاتی که در این زمینه داشتید رو با ما در میان بذارید. موفق و معید و پیروز باشید.